صبح عالی متعالی، عصر عالی پرتقالی و شب عالی پچزی. توی این ویدیو یاد میگیرین چطوری این بیلد بلاد میلیدی رو با دمیج فوق‌العاده‌اش بسازین، اونم دقیقاً 5 دقیقه بعد از وارد شدن به DLC. همچنین بیلدمون استایلای مختلف واسه پلیرای مختلف هم داره، به اضافه بهترین تالیسمنا، آرمورها، اسپل ها و حتی ترفند و نکاتی که میتونین روی بیلدتون بزنین تا دمیجش از چیزی که هستم بیشتر بشه. سلاح میلیدی که یه لایت گریت سورده بسیار سریع و قدرتمنده، وقتی از اتکای آردوش استفاده میکنین تازه خودشو بهتون نشون میده. وقتی آردو رو میزنین کارکترتون 2 ضربه بسیار سریع وارد میکنه. حالا اگه دقیقا بعد از تموم شدن این دوتا اتک دوباره آردو رو بزنین، کارکترتون 2 اتک سریع دیگه میده دنبالش. این حرکات 4 تایی بهترین موقعیت رو واسمون فراهم میکنن تا بتونیم از یه سری تالیسمنا که ضرباتمون رو یکی پس از دیگری افزایش میدن استفاده کنیم تا ضرباتمون یکی پس از دیگری قوی و قوی تر بشن. در مورد تالیسمنا صحبت میکنیم، ولی اول باید درباره اشاوار سلاحمون صحبت کنیم که وینگستنس نام داره. با زدن دکمه اشاوار کارکترتون شمشیر رو میگیره کنار و آماده یه حمله یهویی میشه. این نگه داشتن دکمه اشاوار باعث میشه کارکترتون شمشیر رو همینطور کنار نگه داره و به لطف تالیسمن جدید رلاناس کمیو اگه فقط 2 ثانیه توی همین حالت بمونین واسهتون یه باف فعال میشه، بافی که میاد دمیجتون رو سری 15% افزایش میده. حالا اگه بیایم با شارد آف الکساندرم ترکیبش کنیم، دمیج اسکیلمون کلن 32% بیشتر میشه. حالا وقتی شمشیر رو گرفتین کنار دو تا انتخاب دارین. اگه از اتک سبک استفاده کنین، کارکتر 3 ضربه متوالی و سریع رو به دشمن میزنه که واسه وارد کردن بلاد معرکه است. این حرکت رو میتونین با تالیسمن های مثل وینگ سورد اینسیگنیا و یا میلیسنت پروتیثز ترکیب کنین تا دمیج ضربات چی؟ یکی پس از دیگری تقویت بشن. اگه بیاین از میلیسنس پروستسس استفاده کنین، علاوه بر تقویت دمیج میاد 5 تا هم به دکستتون بله که بازم واسه تقویت دمیجمون میتونیم ازش بهره ببریم. از همین میلیسنت استفاده کنین بره دیگه. ولی خب اتک سنگین اسکیل سلاح باعث میشه کارکترمون انیمهی بره بالا و بعدش با سلاح روی سر دشمنا فرود بیاد و فرو کنه. نه تنها دمیج این حرکت خیلی بالاست، بلکه هایپر آرمور هم دارین، یعنی کسی نمیتونه اتکتون از وسطش خراب کنه. علاوه بر اون با این اتکه میتونین سریع تر پویز دشمن رو از بین ببرین و گیجشون کنین. نکته محشر اینزا کوفت اینه که میتونین بعد از استفاده از ضربات اسکیل سریع از ضربات معمولی استفاده کنین. اول ضربات اسکیل، بعدش ضربات معمولی، اینا با هم ترکیب میشن. اگه همینطور از این اتکای پیوسته و متوالی و سریع و مستمر استفاده کردین و دیدین استامیناتون تموم شد، از تالیسمن تو هد ترتل استفاده کنین. حالا دوباره وقت انتخاب کردن بچه‌ام. سلاح میلیدی با مکس لول شدن درجه دکسش میره روی بی، ولی هیچ استاتی رو به دشمنا وارد نمیکنه. اگه میخواین بیشترین دمیج ممکنی رو که میشه از اتکای فیزیکال گرفت بگیرین، نوع دمیج اشاوار رو بذارین روی کین. اینطوری میتونین 300 تا دمیج با دکستریتی 80 وارد کنین. همچنین میتونین از اسپلای تقویتی مثل بلاد فلیم بلید هم روش استفاده کنین. حالا هم دمیجتون بالاست و هم استات بلاد میشه به دشمنا وارد کرد، دیگه چی میخواین؟ یا میتونین نوع دمیج اشاوار رو بذارین روی بلاد، وارد بیلد بعدی بشین، انتخاب کنین. اینطوری بلاد خیلی سریع تر وارد میشه. اگه در کنارش آرکینتون رو هم تقویت کنین، خیلی خیلی زودتر میشه واردش کرد. از اونجایی که سلاحمون امکان زدن اتکای زیاد و بسیار سریع رو بهمون میده، میتونیم در عرض چند ثانیه بلاد رو وارد کنیم.
در ادامه همین ویدیو همین بیلد رو میکنیم، بیلد یخ. ولی فعلا باید بگم اگه این بیلد بلاد رو انتخاب کردین و همینطور دارین به دشمن ها بلاد وارد میکنین، تالیسمن لورد آف بلادز اگزالتیشن رو هم باهاش ترکیب کنین تا هر وقت بلاد لاس اتفاق افتاد دمیج بعدیتون بیشتر بشه. وایت ماسک هم همین کار رو انجام میده. اتکاتونو 10% به مدت 20 ثانیه تقویت میکنه همچین. ولی خب من همیشه از بیلدای یخ بیشتر خوشم اومده تا خون و بقیه چیزا. میتونین نوع دمیج اشاوارتونو بذارین روی فراست. همه دست کم گرفتنش ولی خیلی شوکه کننده است. علاوه بر این که مثل بلاد میاد یهو خط خون دشمن رو میبلعه، میاد استقامت و دمیجشون رو هم تا 30 ثانیه 20% کاهش میده. این دقیقاً واسه باس ها طراحی شده، باس هایی که استقامتشون انگار بی نهایت. اصلا خوبی یخ نسبت به بلاد اینه که یخ یه استت خاصی واسه تقویت دمیج نداره، به هیچ استتی متکی نیست و هر پلیری میتونه بیشترین دمیج رو ازش بگیره. بچه ها از اونجایی که ما داریم از سلاح میلیدی استفاده میکنیم، بهتره واسه تقویت دمیجمون از همون دکس بهره ببریم. ولی نکته، اگه از ته قلبتون میخواین از اسپل تقویتی براتلن بلید استفاده کنین، باید یادتون باشه نمیتونین وقتی نوع دمیجتون روی بلاد و یا یخستش ازش استفاده کنین، بذارینش روی چیز دیگه. نگرانش نباشین بچه ها، بذارین اسپلای اصلی رو بهتون معرفی کنم. اولیش Flame Grasp Strength که 20% دمیجتون رو بیشتر میکنه. اسپل اختیاری بعدیمونم Golden Vow. اگه میخواین دمیجتون حتی 15% دیگه هم بیشتر بشه، این دوتا اسپل واسه DLC حیرت آورن. دشمنه DLC کله خرن و ما باید مثل پچز باشون رفتار کنیم، بوم بندازیمشون پایین. خوبی این بیلد و کلن این ترکیب اسپلا اینه که جای همدیگه رو نمیگیرن به هیچ وجه، بلکه میان روی همدیگه سوار میشن. الان توضیح میدم، این یعنی درصدا با هم جمع میشه و دمیج نهاییتونو کلی میبره بالاتر، منظورم اینه. اما بذارین بریم سراغ آرموری که میشه واسه بیلد استفاده کرد، هر آرموری که دلتون خواست. خداحافظ شما. گزینه هایی که شما رو مثل یه شوالیه یه خونخار میکنن و دارین روی صفحه مشاهده میکنین: آرمور مرد تنهای شب حبیب، آرمور آف سالیتود. درسته خیلی سنگینه ولی پویزش سر به آسمان کشیده و خیلی هم قشنگه. پویزمونو میبره روی 96. 96. ببینین این هورن سنته اصلا نمیتونه پرتمون کنه روی زمین و این باعث میشه بتونیم پشت سر هم از اتکای شگفت انگیز سلاحمون روی دشمنا استفاده کنیم و منهدمشون کنیم. اگه هر کاری کردین نشد که از آرمور حبیب استفاده کنین، برین سراغ بلک نایت. این یکی هم در عین زیبایی و تراوت پویزتون رو هم میبره بالاتر. ولی بذارین تمامی این دمیجا رو از چیزی که هستم، صدای ویدیو رو کم کنم یکم، بیشتر کنیم. پس میایم واسه فلسک اختصاصیمون از تیر ثورنی استفاده میکنیم که میاد قدرت ضرباتمون رو میبره بالاتر و تقویتش هم با تقویت تالیسمنامون جمع میشه، به علاوه میشه، بیشتر میشه. علاوه بر اون اوپلاین هارد تیر رو هم داریم تا بیاد دمیجی که از باس ها میخوریم و واسه همون کاهش بده. حالا کی از فلسک اختصاصی استفاده کنیم؟ وقتی باس وارد فاز دوم میشه و یا وقتی که میخواین دلو بزنین به دریا و مثل هورالو بیافتین به جون باسا. اما استتای بیلدمون بچه ها، لولمون کلن 150 باورتون میشه؟ ویگر روی 50 چون واسمون مهمه. تمام اتکامون تن به تنه و ویگر از اهمیت زیادی برخورداره. نباید وسط اتک زدن نفله بشیم. مایندم روی 20. اشاوار سلاحمون با هر بار استفاده فقط 10 تا افی مصرف میکنه، 10 تا. و مایندمون خیلی لازم نیست زیاد باشه. کلن نگران مایند نباشین، نگران اینجورنس باشین که روی 30
من پیشنهادش نمی کنم بچه ها، اصلا. به نظرم اگه تونستین ببرینش روی 40 یا 45، چون اکویپ لودمون مهمه، مخصوصا اگه بخوایم از آرمور حبیبم استفاده کنیم. من مرد تنها، استرنگسمون هم 12 که حداقل استرنگس لازم واسه استفاده از سلاحه. همین، بس، تموم شد. حالا دوباره باید تصمیم بگیرین بچه ها. قدرت اختیارتون احساس میکنم چند وقتی رفته بالاتر، هی دارین تصمیم میگیرین. نسبت به یه سال پیش خیلی بهتر شدین، بهتون افتخار میکنم. تصمیم بگیرین، میخواین از بیلد بلاد استفاده کنین یا دمیج فیزیکال با نوع دمیج کین؟ تصمیم گرفتین؟ خب دکسریتیتون باید دوروبر 80 باشه، تموم شد و رفت، که تالیسمن میلیسنت هم کلی کمکش میکنه، 5 تا میبرتش بالاتر، کلی چیه. حالا دمیجتون سر به فلک میکشه، ولی اگه بیلد بلاد رو انتخاب کردین باید آرکینتونم روی 30 و یا 40 باشه. به اینتلیجنس و فیس هم نیازی نداریم، نه هوش نه ایمان، ولی واسه استفاده از اسپلا بهتر فیستون روی 20 یا 25 باشه، ایمان باید بالا باشه. حالا اینا رو ول، سلاحو از کجا بیاریم؟ 2 ساعت یه بند داریم میگیم فقط. واسه گرفتن سلاح باید مسیرمونو از گرس پوینت کسل فرانت شروع کنیم. از اینجا میریم سمت ان و وارد کسل انسس میشیم. خیلی لازم نیست بریم تو اعماقش، یکم که رفتین جلو در سمت چپتون یه برج رو مشاهده میکنین با یه نرخری که داره ازش میاد پایین. حالا وارد برجه بشین و از نوردبونی که داخلشه بالا برین. تا رسیدین بالا میتونین سلاحتون رو از توی یه صندوق بکشین بیرون. تمام دشمنایی که سر راهتونن رو هم میتونین بهشون محلم نذارین و مستقیم برین سمت هدفتون. تا وارد DLC شدین میتونین به دستش بیارین، ولی اگه یه موقع دیدین خیلی داره بهتون نمیچسبه و میخواین یه سلاح متفاوت بگیرین دستتون ولی از همین بیلده واسش استفاده کنین، پیشنهاد میکنم برین سراغ بکند بلیدا که اینم سلاح جدید خود DLCه. توی ویدیوهای قبلی درباره بیلدش صحبت کردیم که با کلیک روی صفحه میتونین ویدیوشو تماشا کنین. توی ویدیو بعدی میبینمتون. فرال.